به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان گرامی ربیه هستم خوش اومدید به دوره آموزش نرم افزار OBS استودیو برای ضبط صفحه نمایش وب و صدا اول از همه بیایید بررسی کنیم که اصلا نرم افزار OBS چی هست فرض کنید که شما میخواید یه دوره آموزشی ضبط کنید یا دانشجو هستید و دنبال یه نرم افزار برای ضبط کلاس های آنلاینتونید یا نه بیایید حرفه تر به قضیه نگاه کنیم شما یه تولید کننده محتوا توی شبکه های اجتماعی هستید که میخواید روی پلتفرم های مختلف فعالیت بکنید بخشی از کار شما این هستش که بتونید برنامه زنده یا لایو استریم اجرا کنید شما با گوشی موبایل و کم هم میتونید لایو استریم داشته باشید اما برای حرفه استریم کردن مثلا اینکه بین دوربین های مختلف حرکت کنید انیمیشن داشته باشید، زیرنویس داشته باشید و چیزهای دیگه شما باید از یک نرم افزار حرفه‌ای استفاده بکنید که اون چیزی نیست جز OBS. OBS یه اسکرین ریکوردر یا ضبط کننده صفحه نمایش قدرتمند و همه کار است و شما میتونید از اون برای ضبط صفحه نمایش وبکم صدا استریم کردن روی سرویس های مثل آپارات و غیره استفاده بکنید بهتر و مهمتر از همه اینه که این نرم افزار کاملا رایگان و اوپن سورسه این رو هم بگم که خود کلمه OBS مخفف Open Broadcaster Software هست. خب حالا که با این نرم افزار آشنا شدیم و فهمیدیم که OBS چیه، بریم که دانلودش بکنیم. برای دانلود این نرم افزار ما وارد سایت OBS Project OBS.com میشیم این سایت نرمافزار OBS هست که همونطور که میبینید برای سیستم عامل های مختلف ویندوز، مک و, و لینوکس وجود داره و شما میتونید با توجه به سیستم عاملتون این نرم افزار رو دانلود بکنید از اونجایی که سیستم عامل من ویندوز هست من روی این گزینه کلیک میکنم اگر شما از سیستم عامل مک و یا لینوکس استفاده میکنید روی این یا این گزینه باید کلیک کنید من روی ویندوز کلیک میکنم یه همچین صفحه ای باز میشه و برای من شروع میکنه به دانلود نرم افزار من میتونم از این قسمت ببینم که نرم افزار OBS Studio داره برای من دانلود میشه صبر کنیم تا دانلود تموم بشه خب الان دانلود نرم افزار ما تموم شد حدود 130 مگه بعد از اینکه دانلود تموم میشه یه فایل اگزه به ما میده که یه همچین چیزیه حتما حتما حواستون باشه که نرم افزار OBS رو از طریق ادمینستریتور باز کنید چون اگه عادی باز کنید به یه مشکلات میخورید که یکی از مشکلات اینه که صفحه نمایش براتون به درستی نمایش داده نمیشه و به جای اون یک صفحه سیاه براتون میاد پس همیشه از طریق ادمینستریتور این نرمافزار رو باز کنید من ران از ادمینستریتور رو میزنم یه همچین پنجره برای من باز میشه نصب این نرم افزار خیلی راحته. نکس رو میزنیم. اینجا یک سری قوانین رو نوشته. میایم پایین. آیگری هم نداره. لازم نیست. نکس رو میزنیم. اینجا جاییه که قرار این نرم افزار نصب بشه. اگر خواسته باشید میتونید جاش رو از طریق این گزینه تغییر بدید. من میخوام که همینجا باشه. گزینه این سال رو میزنم و شروع میکنه به نصب نرم افزار. خب بعد از اینکه نصب انجام شد همچین پنجره برامون میاد بالا میگه که الان اگه میخوای OBS استودیو رو لانچ کنی تیک اینو بذار اگر نمیخوای تیکش رو بردار که من الان میخوام بازش کنم پس میذارم تیکش باشه روی فینیش کلیک میکنم خب همطور که میبینید نرم افزار OBS برای من باز شد یه همچین رابط کاربری داره این جدیدترین ورژن نرم افزار OBS هست که یه مقدار رابطه کاربریش نسبت به ورژن‌های قبلی فرق کرده. پس توی این جلسه ما با OBS آشنا شدیم، نحوه دانلود و نصب نرم افزار رو هم بهتون گفتیم. دانلود و نصبش خیلی کار راحتی اصلا چیز پیچیده ای نداره و زمانی که شما نصب میکنید یه همچین صفحه براتون باز میشه. در جلسات آینده ما با محیط نرم افزار آشنا میشیم، یک سری تنظیمات رو بهتون میگیم، یاد میگیریم که چجوری یک صحنه یا سین جدید ایجاد کنیم، چجوری سورس یا منابع رو بیایم به سینمون اضافه کنیم، یاد میگیریم که چطوری ما میتونیم صفحه نمایش، وبکم و صدامون رو با استفاده از OBS ضبط بکنیم. توی این جلسه قرار هست که ما با محیط نرم افزار آشنا بشیم. توی جلسه گذشته ما نرم افزار OBS رو دانلود و نصب کردیم حالا من این نرم افزار رو باز می همونطور همطور که می بینید محیط نرم افزار به این صورت هست ما اینجا یک صفحه سیاه داریم که قراره به ما صفحه نمایش رو توی اینجا نشون بده همچنین اگر کم اضافه کنیم تصویری اضافه کنیم همه اینها قرار هست که توی این مستطیل سیاه رنگ به ما نمایش داده بشه اینجا ما یک قسمت کنترلز داریم که میتونیم با استفاده از این دکمه ها بیایم استریممون رو شروع کنیم، ضبطمون رو شروع کنیم، از ویرچوال کامرا یا دوربین مجازی استفاده کنیم، استودیو مود که مفصل راجبش توضیح میدیم براتون، اینجا قسمت ستینگ ما هست که میتونیم روش کلیک کنیم و اگزیت که از برنامه خارج میشیم. توی این قسمت ما سین ترانزیشن رو داریم. همونطور که گفتم ما توی OBS میایم صحنه یا سین های متفاوت رو ایجاد میکنیم حالا اگر خواسته باشیم از یک صحنه به صحنه دیگه بریم و بین صحنه ها جابجا جا بشیم میایم از سین ترانزیشن ها استفاده میکنیم که این جابجایی ما به چه صورت انجام بشه توی این قسمت ما صدا رو داریم یه قسمت صدای دسکتاپ ما هست و یک قسمت صدای میکروفون ما هست که ما از این قسمت میتونیم تنظیمات مربوط به صدامون رو انجام بدیم قسمت بعدی سورس ها یا منابع ما هستن که ما میتونیم منابع مختلفی رو بیایم به صحنمون اضافه کنیم که اگر من روی این گزینه مثبت بزنم همطور که میبینید ما میتونیم چیزهای مختلفی رو اضافه کنیم مثلا اگر من روی گزینه دیسپلی کپچر بزنم صفحه نمایش من به عنوان منبع برای من اضافه میشه یا میتونم تصویر اضافه کنم صدا اضافه کنم یا هر چیز دیگه ای. و این قسمت که سین یا صحنه های من هستن که من میتونم با استفاده از این دکمه مثبت که توی اینجا قرار گرفته بیام سین جدید اضافه کنم و یا با استفاده از این گزینه سین هام رو حذف کنم این گزینه هم فیلتر های سین من رو برام باز میکنه و این سه نقطه من میتونم بین سین ها حرکت کنم برم بالا یعنی سینی که بالا قرار گرفته یا بیام سین پایین این برای وقتیه که ما چند تا سین داشته باشیم و بخوایم بین این سین ها جا, به جا بشیم. این یه توضیح مختصر از این قسمت بود جلوتر با جزئیات راجع به تک تک اینها صحبت میکنیم. خب حالا ما چجوری میتونیم کار با OBS رو شروع بکنیم؟ راحت ترین راه اینه که از منوی بالا روی گزینه تولز کلیک کنیم و بعد از اون این گزینه یعنی Auto Configuration Wizard رو روش بزنیم یک پنجره جدید برای ما باز میشه. که ما باید اینجا انتخاب کنیم که اوبیت رو برای چه کاری میخوایم استفاده بکنیم گزینه اول برای کسایی که میخوان روی پلتفرم ها استریم کنن و همچنین به شما کمک میکنه که بهترین بیتریت رو مشخص کنید گزینه دوم برای کسایی که میخوان صفحه نمایششون رو ضبط کنن و ویدیوش رو ذخیره کنن ادیت کنن یا برای کسی بفرستن و اما گزینه سوم برای استفاده از دوربین مجازی یا ویرچوال کامرا هست. حالا اصلا ویرچوال کامرا چیه؟ ما قراره که توی OBS همون بیام یک صحنه یا سین بسازیم. با دوربین مجازی شما میتونید اون سین رو به نرم افزارهای مختلف ویدیو کنفرانس مثل زوم، گوگل میت و غیره ارسال بکنید. پس این گزینه هم برای کسایی که میخوان از دوربین مجازی استفاده بکنند. من برای این آموزش گزینه دوم که برای ضبط صفحه نمایش هست رو انتخاب میکنم و روی گزینه نکست کلیک میکنم بعد از اون من باید بیس رزولوشن و اف هم رو انتخاب بکنم بیست رزولوشن میاد رزولوشن های مانیتور های من رو برام نمایش میده من الان از دو تا مانیتور دارم استفاده میکنم که مانیتور اولم 1920 در 1080 هست و مانیتور دومم که دارم ازش برای ضبط آموزش فرادرس استفاده میکنم 1280 در 720 هست البته این مانیتور هم رزولوشن اصلیش 1920 در 1080 داده منتها من برای ضبط این دوره اومدم رزولوشنش رو کم کردم و گذاشتم روی 1280 در 720 حالا چون من برای این آموزش میخوام از این مانیتور دومم استفاده بکنم همین دیسپلی دو رو انتخاب میکنم گزینه بعدی FPS یا فریم پر سکند هست که ما توی این قسمت گذینه های متفاوتی داریم مثلا برای گیم ما فریم ریت بیشتری میخوایم و برای ضبط صفحه نمایش فریم ریت سی برامون کافیه بعضی حتی روی 25 هم میذارن پس ما برای آموزش میتونیم 25 یا سی رو انتخاب بکنیم برای گیم که موشن های بیشتری داره مثلا یه بازی فوتبال رو شما میخواید استریم بکنید یا ضبط بکنید نیاز هست که فریم ریتتون بیشتر باشه سی یا 60 که معمولا حرفه یا روی 60 میذارن من میذارم همین 25 باشه بعد از اون روی گزینه نکست کلیک میکنم اینجا به من میگه که تنظیماتی که شما مشخص کردید اینها هست بعد از اون روی گزینه اپلای سeting و کلیک میکنم توجه داشته باشید که من هر زمان که بخوام میتونم مجدد بیام این تنظیمات رو تغییر بدم مثلا بخوام همین صفحه نمایشم رو با رزولوشن 1920 در 1080 ضبط کنم میتونم باز دوباره برم همون جایی که الان رفتم یعنی تولز اتو کانفیگوریشن ویزارد و همون کاری که الان کردم رو مجدد تکرار کنم و یا میتونم این تنظیمات رو توی قسمت ستینگ و بعد از اون پوت بیام انجام بدم که من همه این تنظیمات که الان گفتم رو توی جلسات آینده از این قسمت هم میام انجام میدم چون اینجا یه سری قابلیت های بیشتری به من میده من میتونم این رو بزنم روی ادوانس و روی چیزهای بیشتری من کنترل داشته باشم پس من جلوتر تنظیمات صفحه رو از این قسمت آوتپوت هم انجام میدم ولی همونطور که گفتم این راحت ترین راه برای شروع خب همونطور که میبینید به صورت پیش توی نرم افزار OBS ما یه سین داریم اگر من میخوام این سین رو پاک کنم نمیذاره به من میگه که حداقل باید یک سین یا صحنه وجود داشته باشه پس این سین به صورت پیش هست حالا من میخوام بهش یک سورس اضافه کنم میخوام که صفحه نمایش منو ضبط کنه گفتم که برای اضافه کردن سورس یا منبع کافیه که روی این علامت مثبت این پایین کلیک کنم و از این قسمت اون چیزی که مد نظرم هست رو اضافه کنم من میخوام که صفحه نمایشم رو ضبط کنم پس گزینه دیسپلی کپچر رو روش کلیک میکنم یه پنجره برای من باز میشه اینجا من میتونم اسم سورس رو تغییر بدم من میخوام همین دیسپل کپچر بمونه و بعد از اون روی گزینه اوکی کلیک میکنم یه پنجره دیگه برام باز میشه که من از این قسمت میتونم مانیتورم رو انتخاب بکنم من دو تا مانیتور دارم همطور که گفتم من میخوام که این مانیتوری که 1280 در 720 هست رو برای من ضبط کنه پس من از این قسمت روی گزینه دوم کلیک میکنم اما همطور که میبینید من اگر روی گزینه اول یعنی مانیتور اولم کلیک بکنم صفحه سیاه برای من نمایش داده میشه که من توی فصل دوم این آموزش بهتون میگم که زمانی که شما مانیتورتون رو انتخاب کردید و صفحه سیاه براتون نمایش داده شد باید چیکار بکنید که این مشکل برطرف بشه پس من در حال حاضر این صفحه نمایشم رو میخوام پس روش کلیک میکنم اگر میخوام که کرسر یا نشانگر موسم ضبط بشه این تیک رو میذارم باشه و اگر نخواسته باشم این تیک رو برمیدارم پس مانیتورم رو انتخاب کردم تیک کپچر کرسل رو هم گذاشتم حالا گزینه اوکی رو میذارم همونطور که میبینید این صفحه سیاه رنگ OBS که در حقیقت سین من بود الان داره صفحه نمایش من رو ضبط میکنه همونطور که میبینید برای من داره یک سری پنجره های تو در توی OBS رو نمایش میده شما برای اینکه بتونید صفحه نمایشتون رو با استفاده از OBS ضبط بکنید یا باید دو تا مانیتور داشته باشید که بتونید خود نرم افزار رو ببرید توی اون یکی مانیتورتون الان من اگر این رو ببرم توی مانیتور اولم مشکل تو در تو بودن این صفحه برداشته میشه میبینید من همطور که دارم میبرم این صفحه ای من داره به درستی ضبط میشه و یا اینکه اگر دو تا مانیتور ندارید میتونید موقع ضبط نرم رو مینیمایز کنید شما اگه نرم رو مینیمایز هم بکنید ضبطتون ادامه پیدا میکنه بدون اینکه این صفحه های تو در تو رو داشته باشید پس ما با محیط نرم آشنا شدیم و همچنین اومدیم یک سورس جدید به نام دیسپلی کپچر برای ضبط صفحه همون اضافه کردیم تنظیمات مربوط به سین رو هم براتون گفتیم در ویدیوهای آینده با برطرف کردن مشکل صفحه سیاه در لپتاپ با شما همراه خواهیم بود. توی این جلسه میخوایم در رابطه با برطرف کردن مشکل صفحه سیاه در لپتاپ صحبت کنیم. خب همطور که گفتم توی این جلسه میخوایم راجع به ایرادی صحبت بکنیم که ممکنه شما هم باهاش مواجه شده باشید. موقعی که میخواید صفحه خودتون رو کپچر بکنید تصویرتون رو نمیتونید ببینید و یه تصویر سیاه براتون ظاهر میشه به جای تصویر صفحه نمایشتون. حالا میخوایم توی این جلسه ببینیم که چجوری ما میتونیم این مشکل رو برطرف کنیم. برای حل این مشکل من به شما سه تا روش میگم که توی این ویدیو من روش اول رو کامل برای شما شرح میدم. خب ابتدا برنامه OBS Studio رو باز میکنیم. همونطور که توی جلسه گذشته بهتون نمایش دادم زمانی که شما نرم افزار رو باز میکنید با همچین صفحه ای رو برو میشید گفتیم که یه سین به صورت پیش برس همیشه هست اومده بودیم یک سورس برای ضبط صفحه نمایش اضافه کرده بودیم حالا من میخوام مجدد بیام سورس دیسپلی کپچر رو اضافه کنم روی این علامت مثبت کلیک میکنم و از این قسمت دیسپلی کپچر رو روش کلیک میکنم اسمش میذارم همین باشه اوکی رو میزنم بعد از اینکه من اوکی رو زدم من مانیتوری که دارم باهاش کار میکنم مانیتور دومم هست و میخوام که این رو ضبط بکنم جلسه گذشته زمانی که من مانیتور دوم رو انتخاب کردم برای من صفحه نمایش هم اینجا ظاهر شد اما الان صفحه سیاهه حالا من اوکی رو میزنم خب همطور که میبینید باز هم صفحه OBS برای من سیاهه من میخوام کاری کنم که صفحه نمایش دومم که الان این مانیتوری هست که شما دارید میبینید برای من ضبط بشه که همونطور که دیدید زمانی که من دیسپلی کپچر برای مانیتور دور انتخاب کردم صفحه سیاه برای من نمایش داد کار اولی که ما میتونیم انجام بدیم اینه که برنامه رو به شکل ادمینستریتور اجرا کنیم یعنی من الان این رو ببندم و نرم افزارم رو, رو روش کلیک راست کنم و گزینه ران از ادمینستریتور رو روش کلیک بکنم اما باز هم صفحه من سیاه برای یک سری از دوستان ممکنه که با اجرا کردن برنامه در حالت ادمنستریتور مشکل برطرف بشه اما همونطور که دیدید برای من برطرف نشد ولی کلا شما باید OBS رو در حالت ادمنستریتور باز کنید چون اگر این کار رو نکنید ممکنه به یک سری مشکلات بخورید حالا برای اینکه مجبور نباشید هر دفعه که میخواید OBS رو باز کنید روش کلیک راست کنید و اون گزینه رو بزنید من به شما یک راهکار میدم روی نرم افزار کلیک راست میکنیم و اوپن فایل لوکیشن رو انتخاب میکنیم تا مسیر نصب نرم افزار برامون باز بشه. خب همونطور که میبینید فایل OBS من توی این آدرس هم ذخیره شده درایو سی پروگرام فایل OBS Studio بین 64 بیت. اگر برای شما زمانی که اوپن فایل لوکیشن رو زدید پایین نرم افزارتون یه فلش کوچیک بود مثل این فلشی که اینجا هست به معنی این هست که اینی که اینجا قرار داره هم یک شورتکاته. اگر به اون صورت بود مجدد روی نرم افزار کلیک راست می کنید. گزینه پراپرتیز رو انتخاب می کنید. یک پنجره جدید برای شما باز میشه و از این پنجره که باز شده برای شما یک گزینه اوپن فایل لوکیشن هست که روش کلیک می کنید تا ببره سراغ نرم افزار اصلی. این الان فایل نسبی نرم افزار اوبیس من هست یعنی اون اصلی است که من دنبالش می گردم. زمانی که ما فایل اصلی رو پیدا کردیم روش کلیک راست میکنیم گزینه پراپرتیز رو میزنیم و از پنجره باز شده روی کامپتیبیلیتی کلیک میکنیم همطور که میبینید نرم OBS من زمانی که من نصبش کردم به صورت پیشورز این تیک رو داشته یعنی راندیس پروگرام از ان ادمنستریتور رو داشته من از یه جای دیگه هم میتونستم متوجه بشم اینکه این علامت کنار نرم من هستش اگر برای شما این علامت نبود و خواستید همیشه نرم OBS رو به صورت ادمینستراتور باز کنید همطور که بهتون گفتم روی فایل نصبیتون کلیک راست پراپرتیز کامپتیبیلیتی و تیک این گزینه رو میزنید یعنی راندیس program از an ادمینستراتور روی اوکی کلیک میکنید از این به بعد هر زمان که OBS رو باز کنید توی حالت ادمینستریتور براتون باز میشه و نیازی نیست که هر بار روش کلیک راست بکنید پس ما با این کار به صورت دائم اون حالت ادمینی رو داریم زمانی که شما برای بار اول تیک اون دیس پروگرام از آن ادمنستریتور رو میزنید و نرم افزار رو باز میکنید براتون یک پنجره باز میشه این برنامه از این بعد میخواد توی حالت ادمین اجرا بشه شما باهاش مشکلی ندارید روی گزینه یس کلیک میکنید و اون پنجره براتون میره ما این کار رو انجام دادیم اما همطور که میبینید باز هم دیسپلی کپچر من صفحه سیاه رو نمایش میده و صفحه نمایش رو برای من ضبط نمیکنه پس ما باید بریم سراغ راهکار دوم برای برطرف کردن این مشکل در جلسات آینده ما دو روش دیگر رو هم بهتون میگیم تا مشکل صفحه سیامون برطرف بشه. توی این جلسه قراره که ما راهکار دوم برای برطرف کردن مشکل صفحه سیاه در لپتاپ رو با هم دیگه داشته باشیم. ما در جلسه گذشته یکی از راهکارها برای برطرف کردن این مشکل رو با هم دیگه بررسی کردیم اما مشکل صفحه سیامون حل نشد. توی این جلسه ما میخوایم راهکار دوم رو با هم دیگه امتحان بکنیم. اغلب این مشکل برای کسایی به وجود میاد که میخوان از طریق لپتاپ اسکرین کپچر رو انجام بدن. عموم لپتاپ ها داخلشون دو تا کارت گرافیک وجود داره. یه کارت گرافیک ضعیف هست که اینتل و معمولا سیستم عامل برای اینکه مصرف باتری کم بشه از اون استفاده میکنه. یه کارت گرافیک قوی هم وجود داره که معمولا کارت گرافیک انویدیا هستش که زمانی که شما میخواید نرمافزارهای سنگین اجرا بکنید گیم بازی بکنید یا کارهایی مثل اینها میاد از اون کارت گرافیک قویتون استفاده میکنه